شنونده های عزیز برنامه نوای نو، سلام بر شما. اینک با تقدیم نمودن یک داستان حقیقی خدمت شما عزیزان قرار دارم. این داستان نوکر تالی اتباش نام دارد. نویسنده و صدا فریبا چرخی. سردار سلمان که از چندین روز به دنبال خانه کرایی ارزان بود، یکی از مشتریانش برایش یک آدرس داد که نزدیک دروازه سرک هواشناسی میدان هوایی کابل یک خانه کرایی دارای دو اتاق بوده و کرایه اش مناسب است. سردار سلمان وقت این موضوع را شنید با مبلغ 1000 افغانی که کل درآمد همین روزش بود، با عجله تمام از دکان سلمانی به طرف خانه شتافت و از دهن دروازه حولی صدا زد: مادر فیصل، چادریت بپوش که خانه پیدا کردیم. اگه خوشت آمد و کرایش کم بود، از اینجا به خیر کوچ کنیم و از شر این صاحب خانی جنجولی هم خلاص میشیم. سردار فیصل، مادر فیصل و طفلک بغلیشان شغله راهی دیدن خانه کرایی شدند. خانه را دیدند، یک پیاده خانه سایه رخ با دو اتاق در بدل مبلغ 4000 افغانی کرایه قبولش کردند و 1000 افغانی پیش پرداخت یا بیانه را به مالک خانه پرداخت کردند. همه اعضای خانواده دوباره راهی خانه قبلیشان شدند و به فکر این که به زودترین فرصت به خانه جدید اسباب کشی کنند و خیالات برای ادامه زندگی در این دو اتاق کوچک سایه رخ داشتند، از جمله پرده جور کردن برای کلکینا بود. مادر فیصل در این فکر نیز بود که تا وقتی که خانم برادر سردار یا زن ایورش به دیدن خانهشان می آید، یک تغییرات در سر و وضع خانه جدیدشان ببینه. اینجا بود که یک پارگی دویدن مردم به طرف دروازه میدان هوایی کابل خیالها و چرتهای این خانواده کوچک را از هم پاشید. متوجه شدند که مردم دسته دسته به طرف دروازه میدان هوایی در یورش هستند. سردار از یکی از کسانی که در حال دویدن بود پرسید: بیادر چی گپ است؟ چرا مردم به این عجله طرف میدان می دوند؟ آن مرد با صدای وارخطا جواب داد: تیاره ها از امریکا آمده و کمک می کنند تا مردم را از کشور بیرون کنند. سردار حق و پک موند و گفت که هیچی جالب. فیصل 10 ساله صدا می زند که آقا، چرا مام نریم امریکا؟ از این خانه نو کده خو خوب جای است. با این جمله فیصل، سردار به خودش آمد و خانواده را آماده دمش کرد و به طرف دروازه میدان هوایی دویدند. بیدرنگ به دویدنشان ادامه دادند. همین که در صحن میدان هوایی رسیدند، دیدند که واقعا تیاره استاده است و همه مردم از دروازه عقب تیاره شتابان داخل تیاره می شدند. سردار: ما هم چنین کردیم. فکر می کردم که خواب می بینم و شاید حالا بیدار شوم و این یک حقیقت نباشه، اما تا دیدم همه داخل تیاره بودن، باور کن که 10 افغانی در جیبم نبود که یک پاکت نسوار بخرم. متوجه ساعت نبودم، من گمول شده بودم. کم بعد دروازه تیاره بسته شد و ما یکی پلوی دیگه جق جق شیشته بودیم. دیگران باورشان نمی شد که این وضعیت راستی باشد. تیاره حرکت کرد و بعد از چند ساعت دوباره در زمین شیشت. از بین مگوی مردم فهمیدم که در قطر هستیم. قصه کوتاه که برای ما یک اتاق دادند. کارت 3 وقته، نان، کالا و همه ضروریت ما کم کم آماده شد. در وقت نان خوردن، یک بچه جوان در میز همراه ما شیشته بود که همراه یکی از مسئولین انگلیسی گپ میزد و بریش و موی خود اشاره میکرد.
گپش که خلاص شد به طرف ما سیل کرد و گفت که اینجا بیخی سر و ریش ما رسیده و با یک نفر که با این نفری که انگلیسی گفتم که یک چاره کنه و یک سلمان پیدا کنه. ما به این جوان گفتم که من 20 سال است یا 23 سال است که سلمان هستم. اگه وسایل پیشم می بود ما کمکت میکردم و سر و وضعت اصلاح میکردم. جوان خندید و گفت تو را خدا به ما رسانده. و دوباره با ماسول که قبلا امرایش حرف میزد گپ زد و اون نفر نزدیک میز ما آمد و پرسید که شماره اتاق شما چند است؟ شخص جوان بین ما ترجمانی میکرد و گفتم که اتاق 511. بازم قصه کوتک شام در اتاق خود بودیم که دروازه زده شد و دیدم که همو بچه جوان با مسئول خارجی یک چوکی قاتکی و یک خلطه یا خریطه در دستش داخل آمدن و جوان برم گفت که این وسایل ابتدایی سلمانی را برات آماده کردیم و هم برات اجازه دادن تو کار کنی و نظر به توان از هر کس یک مقدار پول هم برات مزد بگیر و هر که نیاز داشت موهایشان اصلاح کن. ما هم گفتم که چه خوب شد. ما هم از شیشتن پولوی مادر فیصل و آلمغال اولادا و بیکاری بیخی دقا برده بودم. همین جوان که نامش اجمل بود گفتم که خودت به همه خبر بده که من اینجا هستم. گفت خوب است و برم گفت که لالا سردار موبایل امرای داری؟ گفتم دارم مگم شماره افغانستان از کار نمیته. اجمل گفت که خیر است، ما برات سیم کارت میارم و بعد هر کس که ضرورت داشت برات زنگ میزنه. خلاصه این که نام سردار سلمان همراه شماره موبایل در کاغذ چاپ شده و به در و دیوار کمپ نصب شد. کار سردار سلمان سر گرفت. مردم از اصلاح سر و صورتشان راضی بودند و هر کی هر چی در توان داشت می پرداخت. چند روز نگذاشته بود که سردار از اجمل خواست که مبلغ 400 دلار مزد خود می خواهد که به برادرش کابل روان کنه. و امی اکنون در حال حاضر سردار با خانوادهش در ایالت ویرجینیای امریکا در کمپ مسکن گزین شده و در بدل 10 دلار به اصلاح سر و وضع مهاجرین کمپ رسیدگی میکنند. سردار این سرگذشت خود برای یکی از مشتریانش که یکی از دگربالهای متقاعد وزارت داخله بود و بر اصلاح موهای خود و پسرش با او مراجعه کرده بودند بیان داشته است. ضمناً گفته است که بر علاوه ارسال 400 دلار آمریکایی، حدود 60,000 افغانی پول نقد نیز عاید کاروبارش بوده است. و حالا مسئولین کمپ برش پیشنهاد دادند که اگر قبول کنی یک اتاق برات میتیم و ساعت 40 دلار معاش هم برات پیشنهاد میکنیم. تا از گذاشتن چوکی سیار در این گوشه و آن گوشه نجات یافته و در جای مشخص به کار خود ادامه بدهی. دگروال برایش میگوید که حالا این پیشنهادشان را قبول میکنی یا نه؟ سردار میگوید که نه، باش که خوب فکر کنم که ساعت 40 دلار برم واره میکنه یا نه. از فکر کردن البته بعد از فکر کردن با جوابشان میتونم. جالب این که در آخر این دیالوگ سردار از دگروال پرسان میکنه دگروال صاحب، امو 1000 افغانی را که به خاطر خانه بیانه داده بودم میسوزه یا میتونم که پس بگیرمش؟ این بود شانس سردار و خانوادهش که در مشکلترین روزهای زندگی برایشان اتفاق افتاد. شانس در سیاترین روزها هم میتواند یار شود. پایان داستان.